الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نثار روح پرفتوح حضرت سید الشهدا علیه السلام، همچنین نثار ارواح طیبه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و حضرت سجاد صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحثی رو به مناسبت این ماه در رابطه با امامت و ولایت انشاءالله از هفته آینده شروع خواهیم کرد. این هفته همون بحث خودمون رو، بحث روانشناسی عاقل بود، ادامه میدیم. از هفته دیگه انشاءالله اون بحث رو شروع خواهیم کرد به مناسبت ما، چون میخوام اون توضیح رو راجع به زیارت حضرت صاحب سلام الله علیه هم بریم. به مناسبت عرایض خدمتون خواهیم کرد. سلام. در تعریف عقل یا پیرامون عقل دو روایت رو روی تخت یادداشت کردم و یک خصوصیت هم از عاقل امشب میخونیم که مجموعا میشه سه روایت. هر سه روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، از کتاب میزان الحکمه جلد ششم نقل میکنم خدمتتون. همونطور که در رابطه با جهل داشتیم که الجهل و فساد و کل امرین، جهل مایه فساد و تباهی هر کاری هست، متقابلن در رابطه با عقل که ضد جهل هست داریم که العقل و صلاح و کل امرین، عقل مایه صلاح و مایه اصلاح به قول معروف، صلاح هر کاری است. این درستی هر کاری منوط به انجام عاقلانه اون کار هستش. اینجا اون عقل در انجام اون کار نقش داشته باشه و سمت رهبری رو داشته باشه. پس کاری که توش عقل نبود فاسد هستش، تباه هستش. در روایت بعدی حضرت می فرماید که لا غنا اکبر من العقل، هیچ ثروتی بزرگتر از عقل نیست. هیچ ثروتی، چون عقل هست که تأمین میکنه سعادت ابدی بشر. گفتیم ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجن، عقل همون چیزی هستش که خداوند به وسیله او پرستش میشه، اطاعت میشه و بهشت به وسیله اون به دست میاد. گفتیم با این تعریف عقل از هوش جدا میشه، یعنی عقل چیزی است، هوش چیز دیگه است. اما خصوصیت عقل رو امشب یه خصوصیت بیشتر نمیخوایم. این خصوصیت فوق العاده مهم هستش. شاید در خصوصیات عاقل نشه خصوصیتی به این اهمیت یا لااقل بیشتر از این پیدا کرد. بسیار مهم هست این خصوصیت.
اگر این خصوصیاتی که حتی یک روایت هست که دو خصوصیت رو از عاقل معرفی می‌کنه، این خصوصیت اگر در کسی بود میتونه جهنم‌های زیادی رو خاموش کنه، میتونه عذاب‌های طولانی و دردناکی رو از خودش و از دیگران دور بکنه. اما اگر این خصوصیت در کسی نبود، احتمال دچار شدنش به جهنم، به عذاب، به گناه، به فساد خیلی هستش. برای شیرینی و شادی زندگی هم بسیار مهم هستش. اگر کسی این دو خصوصیت رو داشته باشه، در زندگی شاد هست، شیرین هست اون زندگی برای اون، و احساس لذت میکنه از زندگیش اگر این خصوصیت باشه. اگر این خصوصیت نباشه، انسان به گناه‌های دچار میشه که به تعبیر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدنی نیست اون گناه. اگر این خصوصیت نباشه، به گناه‌های دچار خواهد شد که به سختی بخشیده خواهد شد، یا اصلاً به تعبیر پیغمبر بخشیده نخواهد شد. بسیار این خصوصیت ها، این دو خصوصیتی که امشب میخونیم، مهم هست. نقش کلیدی داره در همه مسائل زندگی انسان. این دو خصوصیت اگر بود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد در زندگی، شخص پیشرفت زیادی خواهد کرد، و اگر نباشه، شخص دچار تکلف میشه، عمر خودش رو به تباهی و حتی عمر دیگران رو به تباهی خواهد شد. و اگر باشه، شخص نهایت بهره برداری رو میتونه از عمرش بکنه. حضرت میفرماید که اگر عاقل، چون الخیرو کلهو یدرکو بالعقل، داریم که تمام خیر و تمام خوبی همش به وسیله عقل تحصیل میشه، تمامش به وسیله عقل هستش. حالا میفرماید شخصیت عاقل رو اگر بخوایم 50% شخصیت عاقل رو معرفی کنیم، در این روایت 2 تا 50% در واقع معرفی کرد، از یه دیدگاه، البته از دیدگاه رفتار انسان در با غیر خودش، از دیدگاه اخلاقی. که بسیار مهم است، چون انسان در برخوردهاش هستش، مخصوصا برخوردهای اخلاقیش هست، که دچار یه سری عوارض میشه. مثلا حق الناسهای معنوی، حق الناسهای معنوی جبرانش خیلی مشکل هستش. میدونید که سن به خصوصی هم نداره حق الناس، مادیش هم همینطور، یعنی که مثلا 15 سالش شرط نیست که 15 سالش باشه. حالا اگه مثلا مال کسی رو خورد باید برگردونه، نه، در مسائل حق الناس جز احکام وضعی هستش. اگر شخص 5 سالش هم باشه، آسیب مال کسی رسونده باشه، وقتی بالغ شد، بزرگ شد، باید بتونه جبران کنه، باید جبران کنه. یعنی حقوق مادی که مردم به گردن او دارند. سلام علیکم. معنویش به مراتب طولانی تر هست، مشکل تر هست. حق الناس معنوی یعنی که انسان به روح کسی لطمه بزنه، انسان به شخصیت نفر لطمه بزنه، این بسیار خطرناک هستش در مسائل اخلاق.
نهایت دقت و ظرافت رو میخواد که شخص دوچار حق و ناس معنوی نشه. که یکی از اون حق و ناس معنوی نستش که شخص بد اخلاق باشه، سوء خلق داشته باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه، بخشیده نمیشه. یکی از اون حق ناسای معنوی همین است که انسان سوء خلق داشته باشه، بد اخلاق باشه. میخوام عرض کنم که این دو تا فرمولی که امشب میخونیم، این دو خصوصیتی که میخونیم، بسیاری از این مشکلات رو، از این مصائب و رذایل اخلاقی رو حل خواهد کرد. خصوصیت اول این استش که میفرماید نصف العاقل احتمال. علی علیه السلام میفرماید شخصیت عاقل رو اگر نصف بکنی، نصفی از شخصیت عاقل رو، نیمی از شخصیت عاقل رو تحمل تشکیل میده. تحمل یعنی جوش نیوردن، یعنی داغ نکردن به قول خودمون. تحمل بکن رفتارهای دیگران رو، برخورد دیگران رو. مشکلاتی که براش پیش میاد در زندگی دیگه، من بحث بلا رو اینجا مفصل خدمت دوستان عرض کردم. در زندگی مسائلی پیش میاد، انسان تحمل باید بکن. که این یه بوده قضیه است. البته تحمل در اتا رفتار دیگران یه بوده قضیه است. اگر به تحمل رو در این روایت به معنی صبر بگیریم، که شاخه های وسیع تری رو میگیریم. صبر در مقابل گناه، صبر در مقابل سختی ها و مصائب، و صبر در مقابل سختی اطاعت خدا. چون اطاعت خدا به هر حال سختی داره، یک کلفتی در روایت داریم که داره، یک سختی داره. نماز بخونه، روزه بگیره، صبح پاشه، از خوابش بزنه، در زمستان وضو بگیره، جهاد داره، عواقب جهاد هست، اسارت هست، زخم برداشتن هست، از دست دادن اعضا هست، از دست دادن عزیزان هست در اطاعت خدا، در جهاد. به هر حال این تحمل رو باید کنه. این نصف شخصیت عاقل رو تحمل و صبر تشکیل میده. اما نیمی دیگر از شخصیت عاقل رو تغافل تشکیل میده. تغافل یعنی خود رو به غفلت زدن. تغافل بر وزن تفاعل. وزن تفاعل یکی از معانیش ظاهر سازی است. یعنی کسی مثلا میگن شخص تمارز میکنه. تمارز میکنه یعنی مریض نیست، اما خودش رو به مریضی میزنه. مثلا طرف سرباز میخواد مرخصی بگیره، یا مثلا میخواد امروز سر کلاس نره، صبح که پا میشه غالبا اینطوری هست. از نظر روانی بچه‌ها معمولا اینطوری هستن، غالبا دلت داره. یعنی اول جایی که میگم یعنی دلمون درد میکنه، مثلا سر کلاس نمیخواد بره، به مادر صبح میگه دلم درد میکنه. مثلا شایع هستش این دلت. این تمارزه، مریض نیست، خودش رو به مریضی میزنه. یا مثلا دیدید توی پادگان ها وقتی مثلا سربازی مراجعه میکنه به دکتر، دکتر این احتمال رو میده، به هر حال اونا آب دیده شدن که با اینا مثلا تقلب میکنن، میان مرخصی میگیرن، میخوان از زیر پست در برند و یا از زیر کار سنگین در برند، خودشون رو به مریضی میزنن. بعد مثلا دکتر چشاشون رو نگاه میکنه، بعد علائم میدونه، متوجه است. مثلا حجزه به بیهوشی، مثلا بیحالی، دکتر مثلا چشش رو نگاه میکنه،
پشت دستشو مثلا ضربه میزنه تو ببینین داره تمارز میکنه یا نه واقعا مریض هست، واقعا بیهس هست یا خودشو به بیهسی زده. به حال یه علائمی داره، یه تمارز بعد تفاعل. تغافل یعنی طرف غافل نیست اما خودش رو به غفلت میزنه، خودش رو به ندیدن میزنه، خودش رو به نفهمی میزنه. یعنی من ندیدم، متوجه نشدم. در زندگی خیلی پیش میاد، انسان مثلا با همسرش پیش میاد، با برادرش، با پدرش، با مادرش، با خواهرش، در محل کار با همکارش، اینها زیاد پیش میاد که شخص رفتارهایی رو میبینه که اگر بخواد اون رفتار رو بگیره و روش چه سوژه به قول امروزی درست بکنه و وایس مثلا جر و بحث بکنه بر اساس این میشه مرا، میشه مرا یعنی جر و بحث کردن ولو انسان حقم داشته باشه. در روایت نبی اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر حقم دارید، در مسائل شخصی البته، اگر حق با شماست کوتا بیایید، کوتا بیایید، یک کش دارید قضیه رو، مرا نکنید. مرا این بحث و جدل کردن با هم دیگه، تقصیر تو بود، نه تو اینجوری کردی، اون نه تو اینجوری کردی، من که اینجوری گفتم، اونم که من که اونجوری گفتم، کشش بیدن قضیه. بالاخره تو زندگی این چیزا زیاد پیش میاد، بین دو تا همکار، دو تا دوست، دو تا همسر، برادر و خواهر، دو تا برادر، دو تا خواهر، زن و شوهر، پدر و فرزند پیش میاد. خیلی کار زشتی هستش بسیار. شما نگاه کنید، ما در روایت داریم، فرضاً ما تو روایت ها نداریم کسی مثلا مشروب بخوره یا زنا بکنه، شراب بخوره، قمار بکنه، یا از این کارهای زشت کثیف. در روایت نداریم که ما مثلا اینجور افراد رو شفاعت نمی کنیم، واقعا در روایت داریم که گناهان کبیره امت امرون رو ما شفاعت اگر بکنیم، بعضی از به سلام شیعیان که مرای شیعیان لیاقت شفاعت رو پیدا میکنن، اینها رو گناهان کبیره شون رو ما شفاعت میکنیم اگر اصرار خودشون روش نداشته باشن، ها سر زده ازشون به صورت جاهلانه غفلت کردن ازشون گناهی سر زده ما شفاعت میکنیم. اما راجع به این کار به قدری زشت است، به قدری این کار کثیف است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من شفاعت نمی کنم. من یعنی پیغمبری که رحمت للعالمین هست، پیغمبری که دم مرگ وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام، ملک الموت علیه السلام میان که حضرت رو قبض روح کنن، اجازه میگیرن از حضرت، حضرت میگه من اجازه نمیدم، آماده نیستم. چرا آماده نیستی؟ من نگران امتم هستم، قیامت، نگران قیامت امتم هستم، تو اینها چه میشه؟ که امیدوار کننده ترین، شیرین ترین آیه قرآن آمد ولسوف یعطیک ربک فترضا. ای اسرائیل بگو به پیغمبر، به رسول ما بگو، به حبیب ما بگو که اونقدر قیامت بد میبخشیم، به خاطر تو میبخشیم که تو راضی بشی. این پیغمبر با این مهربانی. حال بقیه هم همینطور اینا شفاعت میکنن، اما میگن کسی که اهل جر و بحث هست ما شفاعت نمیکنیم. این خیلی کار زشتی است، چون خیلی از فتنه است. یال فتنه تو اکبر من القتل، در قرآن فرمود اشد من القتل. بسیاری از گناه ها ریشه اش از همینجا شروع میشه، اختلاف ها. یکی از نمیدونم یکی از بزرگترین گناهان هست اختلاف، درگیری. انقدر این اختلاف و درگیری زشت هست که در روایت اجازه شد داده شده برای اینکه این اختلاف ایجاد نشه شخص گناه کبیره بکنه ولی این اختلاف ایجاد نشه. گناه کبیره یعنی چی؟ کسی میدونه چی؟ منظور از گناه کبیره چیه؟
نه نمیگم گناه کبیره یعنی چی، میگم منظور من تو این مورد از گناه کبیره یعنی چی، یعنی چه گناه کبیره است که انسان میتونه اگر انجام بده به وسیله اون جلوی فتنه رو بگیره، جلو دروغ بگه مثلا، حتی نه به نفع خودشه. بعضی وقتا شخص همش توجیه میکنه میگه من الان اینجا دروغ نگم دعوا میشه، خیلی جا باید راست شو ببینی و مورد عتاب و قیز هم قرار میگیری کوتاهی کرد، نه توجیه نباید کن. مثلا بین دو نفر دعواست، درگیریست، بین جماعتی دعوا درگیریست، امام باقر علیه السلام میفرماید میتونید شما اینجا دروغی بگید که نگذارید که اینا فتنه دارشون ایجاد بشه، چون خیلی کار زشتی هست، بی برکت میکنه. داریم اگر یک خانواده مؤمن باشن همشون اما اختلاف داشته باشن، خدا برکت از اونو برمیداره. اما اگر یک خانواده کافر باشن با هم اتحاد داشته باشن، خوب باشن، روابطشون صمیمی خوب باشه، خدا ما به اینها برکت میده. اختلاف برکت رو هم از بین میبره. درگیری، جر و بحث، اینا برکت رو از بین میبره. حضرت میفهمد من کسی که درگیری بکنه، جر و بحث ایجاد بکنه، شفاعتش نمیکنه. در روایت داریم که حتی ولو کان محقا، اگه محقم با شماست کش ندید قضیه رو، در عوض اجر زیادی هم داره، خیلی پاداش بزرگی هم داره. حضرت فرمود من ضمانت میکنم که این اهل بهشت است کسی که این کارو کنه، من ضمانت میکنم. خیلی وقتا که میتونیم برامون سخت قضیه رو همین یاد ضمانت پیغمبر بیفتیم، بگیم یا رسول الله ما به این ضمانت تو اعتماد میکنیم و به عشق این ضمانت تو اینجا سکوت میکنیم. تغافل اینقدر ارزش داره و این خصوصیتی که عرض کردن از عاقل تحمل و تغافل که یه همچین فتنه های رو میبره، یه همچین جهنم های عمیقی رو خاموش خواهد کرد. اینکه شخص ندید بگیره، چون یه موقع هستش من دارم در محیط کار میکنم، یه اشتباهی فرضاً از یکی از برادرام میبینم تذکر میدم، یکی از مسئول هست جای تذکر میده، بعد داره این کارو نکنه، این کار نشه، این کار نشه، بعد امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. اما خیلی جا هست که نمیشه یه سر این کارو کرد. کسایی که مثلا به همیشه با هم زندگی میکنن، میشه زن و شوهر، اگه قرار بشه زن یا شوهر یه سر بخوام با هم تذکر بدم، یا پدر و فرزند، خیلی وقتا پدر باید مثلا ندید بگیره از بچه که همش اتفاقی افتاده، چون جری میشه، روحیه گناه درش زیاد میشه، یه بخواد تذکر، تذکر زیاد روحیه گناه رو زیاد میکنه، چون شخص بی آبرو میکنه دیگه. هی وقتی در گوشش خوندی، هی بهش گفتی، شخص احساس میکنه دیگه آبرو نداره، احساس میکنه دیگه شخصیت نداره. آدم عاقل اینطوری نیست، آدم عاقل 20 مورد نمیبینه، یه مورد یه تذکری میده، اونم بسیار لطیف، خصوصی، ظریف تذکر میده. غیر مستقیم، نه مستقیم، غیر مستقیم تذکر میده، هشداری میده، تذکری میده. کسی که با هم زندگی میکنن یه جا توی منطقه زیاد با هم هستن، رفت آمد ساعت زیادی رو از روز رو با هم هستن، این اگه بخوای یه سره مثلا شوهر برای هم زنش، خوب است که الگو باشن، همدیگر راه نمایی کنن، تواصل به حق، تواصل به سب، توصیه به حق، توصیه به سب، خوبه انشان این کارو بکنه، نه. اما این کسرت نباید داشته باشه. اگه شد عادت، این شوهر نمیتونه به قول معروف حالا استاد اخلاق زنش هم باشه، یه سره بشینه براش حدیث بخونه، آیه بخونه، کتاب بخونه، کلاس بذاره، بعد چون زن از شوهر یه انتظار دیگری داره، دو تا همکار، دو تا برادر، دو تا اینه از هم یه انتظار دیگری داره، نزدیک هم با هم دیگه، نه که بی خیاله بی خیال باشیم، امر معروف نهی از منکر نباشه، تواصی توصیه به حق و صبر نباشه، چرا باشه، اما این قضیه مدام نباشه. دیگرانی که ارتباط کمتری دارن تذکر بدن، دیگرانی که ارتباط کمتری دارن بیان بکنن. رضا می فرماید که نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل،
نصفی از شخصیت عاقل رو تحمل تشکیل میده، نصفیش رو خود رو به غفلت زدن تشکیل میده. چه یکی از گناه‌های بزرگ که اکبر الکبائر در روایت ما داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سوء زن هستش. شخص به دیگر سوء زن میبره، به همه واسطه همین تغافل هست که خیلی از سوء زن ها بمیره، چون شخص میبینه و ندید میگیره، نه اینکه میبینه زفت میکنه. یکی از کارهای بسیار زشت و کثیفی که در روایت آمده شخص اگر این کارو بکنه خداوند او رو عذاب خواهد کرد، این است که شخص از برادرش خاطره بد رو حفظ کنه، نگه داره، حرف بدی از دهن برادرش اومده، عمل بدی صورت گرفته، نگه داره، بعد بگه اینو نگه دارم، بعد به موقع به قول امروزی حالشو بگیره، تو حافظه زشتی نگه داره از دیگران، حرف بد نگه داره از دیگران. با همین تغافل خیلی از سوء زنها از بین خواهد رفت. یه بهشت درست میکنه در زندگی انسان. از سوء خلق، ایجاد سوء خلق، جهنم‌های بسیار دردناک و عمیق جلوگیری کرده، بهشت ایجاد کرده. از سوء زن، از مرا و خیلی از کارهایی که یعنی زشتیشون از زنا، از شراب، از قمار، از قتل بدتر هستش جلوگیری کرد. چون میدونیم که ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم عمل داریم در قیامت، یعنی یه سری افراد به خاطر عملشون میاد توی جهنم. عمل مثلا دزدی کرده، قمار کرده، زنا کرده، شراب خورده. یه جهنم دیم، جهنم اخلاق هست، یعنی شخص خلقش اینجوری شده است. این بسیار شدیدتر هست، زمانش طولانی تر، عذابش هم دردناکتر هست. جهنم خلق، شخص شخصیتش اینجوری شده باشه، شخصیتش گرایش به جهنم داره. مطمئن نیستا، یه چیزی به گوشش خورده، میگیره همینو پیرنه عثمانی به قول معروف درست میکنه، مطرح میکنه، نفهمیده، براش درک نشده، همینطوری احتمال میده، شروع مطرحش میکنه، بعد میبینه که چقدر درگیری ها بی خود از همینجا شروع میشه. مطمئنم نیست، یقینی هم نداره. عاقل اینجوری نیست، عاقل ندید میگیره، عاقل نمیخواد گناه مطرح بشه اصلا بین خودشون، بین افراد و بین جامعه. در مقابل افرادی از اصحاب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی از اصحاب که تفحص میکردن ببینن کی داره گناه میکنن، برن بهش تذکر بدن، سرش میکشیدن این ورانور تجسس میکردن. یه شخصیت بزرگواری داریم مثل امیرالمومنین علیه السلام که چشم میپوشه، ندید میگیره. مثلا اونم گذاشتن آقای دو نفر دارن زنا میکنن، یه زن و مرد دارن زنا میکنن، حضرت برای اینکه این آبروی اینها نره، قبح این کار تو جامعه پیچیده نشه، چون حد زنا اینطوری است که باید مثلا حتما در حین عمل زنا این افراد دیده بشن، کسی شهادت بده که دیده. حضرت وقتی داره میاد به محل اونقدر سرصدا میکنه و اینها که مثلا اونا از این کار جدا شن، بلند از اون حالت زنا در بیان، شویر پیدا نکنه. در مقابل احمقایی بودن که نه، یواشکی میرفتن که این که گناه هم کشف بکنند و بعدم پیرن عثمانش کنند که ما پس کشف بدیم اینجا گناهی کردیم. عاقل دنبال زشتی، دنبال جهنم نمیگرده، دنبال گناه های دیگران نمیگرده، اصرار نداره گناهی رو تحمیل به دیگران بکنه. عاقل برعکس اگه گناهی هم سراغ داره مخفیش میکنه، میپوشونش. داریم یکی از شخصی، حالا جلسه بعد انشاءالله جلسات آینده، عاقل اینجوریست که میپوشونه، به رخ نمیکشه، عفو میکنه، مطرح نمیکنه، شخصیت میده.
اینطوریست. نمیخواد فحشا شیوع پیدا بکنه. در قرآن داریم اونا که دوست دارن فحشا و زشتی پخش بشه، مخصوصا بین مؤمنین، اینها عذاب دردناکی دارن. از دلسوزی های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که عرض کرد خداوند در قیامت دوست ندارم بنده این امت من گناهشون رو کسی دیگه بفهمه، لو نره، آبروشون نره، شخصیتشون خورد نشه. خودمون بدونیم. خداوند به تو هم نخواهم گفت، یعنی حتی از خود تو هم مخفی نگه خواهم داشت این رو. این روحیه هست که اسلام به ما میگه، به ما تعلیم میده. برعکس بعضی از بچه بگیر تا بزرگ هی انگ دوست دارن بزنن، هی دوست دارن. بعد روی یکی از مسائل روانی هم این ثابت شده است، حالا به صورت اصل مسلم اینو بگیرید، از علی علیه السلام هست که قطعا امام معصوم از اشتباهی قطعا نکرده، ولی از نظر روانی هم ثابت است که کسی که روحیه عیب‌بینی پیدا کرد، مثل کسی عینک سیاه بزنه همه چیو سیاه میبینه، نمیتونه عیب نبینه، یعنی خوبی ها هم عیب میبینه. حتی من طلب عیبن وجده، کسی که دنبال عیب باشه به طلبه عیب و گناهی رو پیداش میکنه. شما چند روز به یه نفر بد میشه، یعنی یه نفر بیاد به شما بگه فلانی اینجوریه، به دروغ بیان بگن اینجوریست. طرف اگه اینجوری هم نباشه، کس که بدبین هست در رفتار شخص قوه واهمه داریم دیگه، این قوه واهمه میسازه براش، یعنی از وجود اون شخص یه همچین هیولایی، یه همچین منکری رو، یه همچین زشتی رو در میاره، قرینه سازی میکنه، شاکله سازی میکنه، نمیدونم احتمالات رو بغل هم میچینه، نتیجه میگیره خود به خود. میبینن این حتی اینجوری هست، اونجا دید اینجوری رفتار کرد، اینجا این خندش بی منظور نبود، سکوتش اینجا بی منظور نبود، دید اینجوری راه رفت، اونجوری حرف زد، اونجوری میسازه برای خودش دیگه قوه واهمه میسازه. من طلب عیبم وجده. الرجل السود، این خیلی عالی سینه باید، لا یظن به احد الا به صفت نفسه. ایش قریب به همین مضمون هست، حضرت میفهمد شخص فرد بعد به هیچ کس گمان نمیبره مگر با صفت روح خودش نگاه میکنه. نمیشه آدم در درونش زشتی باشه دیگران زیبا نگاه کنه، نمیشه شخصیت انسانی شخصیت مثبتی باشه همش دنبال عیب باشه، دنبال زشتی ها باشه، دنبال گناه ها باشه، اصلا اینجوری نیست. تو اون موقع اینجوری کردی؟ یا عبید السو تلومون الناس علی الزن ولا تلومون انفسکم علی الیقین. حضرت مسیح الان نبی نواله بعد السلام فرمایید بندگان بد، شما به افراد فقط گمان میبرید، اینا رو ملامت میکنید، براشون پرونده سازی میکنید، حالا این پرونده یا در خارج درست میکنید براشون این ور اون ور میزنید، یا در ذهنتون درست میکنید، یا به صورت غیبت ظهورش میدید، یا به صورت تهمت ظهورش خواهید داد، به صورت سخنچینی ظهورش خواهید داد، و یا اینکه در روح خودتون این پرونده رو میسازید، در ذهن خودتون یه ذهنیت زشت سوء زن ایجاد میکنید. بعد میگه ولا تلومون انفسکم علی الیقین، اما خودتون رو با اینکه مطمئنید که زشتی های زیادی دارید هیچ وقت به خودتون زور نمیدید، هیچ وقت خودتون رو محاکمه نمیکنید، هیچ وقت درگیر نمیشید با خودتون، آخه تو چرا اینجوری هستی، محاکمه نمیکنید خودتون رو. و واقعا این گونه است، اگر انسان به خودش نگاه بکنه با خیلی ها میتونه زندگی بکنه، هر کس به عیبای خودش نگاه کنه بدترین آدم ها قابل تحمل میشن براش. و
به خودش نگاه کنه. اونی که هی میگه من نمیتونم فلانی تحمل کنم، با فلانی نمیتونم سر بکنم، دچار کمالات متوهم هست، برای خودش کمالات توهم میکنه. آدم به خودش نگاه بکنه خیلی راحت میتونه دیگران تحمل کنه. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که عیبای خودش او را از عیبای مردم مشغول کرده. یعنی اونقدر مشغول خودش هست زیاد توجهی میدونه عیبم دارم مردم ها، اما همیشه میگه من بدتر از همه هست. کیو میتونیم پیدا کنیم که برای نمونه بگه من از یه نفر، شما اون موسی رو دیدید الان نبی نواله ولی اسلام پیغمبر اول العزم هستی، وقتی خداوند میفرماید ای موسی دفعه بعد که آمدی کوه طور بدترین خلق گناهکارترین خلق رو بردار بیار، موسی هیچ کسی نمیبره، از خودش بدتر سراغ نداره. و حتی داریم که نقل شده که یک سگی رو تو راه میبره با خودش، بعد پشیمون میشه اون سگ رو هم حتی نمیبره، میگه شاید من از در درگاه خدا از این سگم بدتر باشه. اون امام سید الشهدا علیه السلام هستش که میگه خدای را اگه تو گناهان من نمیپوشوندی دیگران چگونه من تحمل میکردن. این مناجات شعبانی که در ماه شعبان وارد شده، ببین چه تعابیری درش هستش. نگاه بکنیم به اینها. اکی میتونه و تازه به فرض ما برسیم به این که ما بهتریم، خود این بهتربینی از هر گناهی بهتر هستش. خود همین بهتربینی، یعنی خیلی وقتا افراد به خاطر گناه جهنم نمیرن، به خاطر اینکه گناه نمی کنن جهنم میشن. یعنی گناه نمی کنن اما لوس میشن، منت میذارن سر دیگران، چون گناه نمی کنن خودشو بهتر از دیگران میدونه، پیش خدای احساس قرب بیشتری میکنه، احساس آبروی بیشتری میکنه، دیگران در جلوش کوچیک هستن، حقیر هستن. ولی همین سر کوچه‌ای که وای میشه سر کوچه نمیتونی ما چه کجا معلوم، شاید این موفق به توبه شد، شاید چه کسایی بودن که شهرت ها داشتن از جز نزدیکان پیغمبر و ائمه بودن، عاقبتشون به کجا کشیده شد، به ناکجا آباد کشیده شد، به چه کسایی بودن که زشترین دیدگاه ها نسبت به اونها بود در جامعه اما موفق به توبه شدن. ما چه میدونیم از کجا معلوم همینی هم که الان سر کوچه وایساده فیلم رد و بدل میکنه، نمیدونن فلان خانم فلان آقا، از کجا معلوم که ماش از اینها بهتر باشه. حالا این بحث دیگه است از خصوصیت عاقل، که عاقل العاقل یا لا یستخف به احد، عاقل هیچ کسو کوچیک نمیبینه. این خصوصیت رو جلسه آینده راجعش مقدار بیشتر صحبت کنیم. اما اینطوریه دیگه، آدم بد اینجوری میبینه، همیشه بد میبینه. بچه یه کاری کرده عوضی مخفی کنه تو خونه، چرا این کاری کردی؟ خودم دیدم. دیدی که دیدی، لازم نیست بشینی ثابتش بکنی. چرا میخوای ثابتش بکنی؟ باید که باید پوشی کرد. نه تقصیر این نبود، نمیدونست، نه بابا منظورش چیز دیگری بود. بچه رو باید بهش آبرو داد، شخصیت. وقتی بچه رو خوردش کردی جلو مادرش یا مادر جلو پدر، وقتی احساس حقارت کرد، یکی از منشأ های زشتی ها و کسافت هایی که افراد بهش دوچار میشه گناهان همین است که دیگه حریم شکسته شده، اون قداست یا پاکی رو دیگه در خودشون نمیده. یا آب از سرم گذشته دیگه اینجوری، حالا بریم بکنیم دیگه. بچه باید مخفی کرد، بچه باید ندید گرفت، شاید شکستی بوده قایم کرده اون چیزه رو. نه، نمیبینه پدر و مادر، پدر و مادر عاقل نمیبینه که بچه اون چیزه رو شکست و از ترسش داره قایم میکنه. همین ترس برای تنبیهش بس،
دیگه چه اصراری داره هی تنبیه دیگری بکنی و برملا بکنی؟ نگو چرا بردی قلم کردی شکستی. و برای اینکه لو نره سراغش هم نگیر که مثلا حالا اون لیوان کجا هست که میدونی خب شکسته دیگه. یه بنده خدایی بود این خودش رو قاطی طلبه ها کرده بود، جان نداشت، گفته خب میریم توی این حوزه به اسم اینکه طلبه هستیم یه حوزه بهمون میدن درس میخونیم. خب این علاکه یک درس کتابی باز میکنیم، خب آقا یه حوزه بهمون میدن. ولی خب فاسق بود، اهل گناه، مشروب خور. واقعیت در این داستان در همین مدرسه مروی اتفاق افتاده بود. بعد پشت این کتاباش مشروب قایم میکرد، چیشه مشروب رو به آشه کسی نبود در میبود مشروب رو. به رئیس حوزه خبر دادن که اینجوری هست. رئیس حوزه میخواست ببینه چیکار کنه، ادفع بلتیه احسن، به قشنگترین وجه این مشکل رو برداره که بهش درست باشه، جهنم درست نشه ازش. اعلام کرد که مثلا من میخوام بیام ملاقات طلبه ها با همی، مثلا دوره‌ای، یه ملاقات دوره‌ای. چقدر ظرافت هست برای اینکه بیاد با یه نفر یه حرفی بزنه، یه ملاقات دوره‌ای میزنه. خیلی روش خوبی هست. شخص دیگه یقین نمی‌کنه که منظور اون بوده. تک تک حجره رو سر می‌زنه. بعد میاد میره سراغ این طلبه. خب چی میخونی؟ مثلا من اینو میخونم. کتابات چیا هستش؟ اینها میدونه چیشه مشروب باشه کتابات. دست میزنه به کتاب، این چه کتابیه؟ میگه اینه این کتاب. به یه کتاب میرسه که میخواد برش داره، شیشه مشروب اون پشت. میگه این چه کتابیه؟ طلبه مونده بود دیگه، چون لو رفته بود، یعنی میدونست که دیگه اگه این برداره. گفت این ستارالعیوبه، کتاب ستارالعیوبه. شونم دست نمیزنه به کتاب، میذاره و ندید میگیره و میده. این همین کفایت میکنه. اون طلبه میره توبه میکنه، ایشون میمیره، از دنیا میره. همین صاحب حوزه از دنیا میره. یکی از دوستانشون گویا بوده، ایشون رو خواب میبینه که وضعیت خیلی خوبی داره در برزخ. بعد سوال میکنه، سوال میکنه. البته حالا من نمیدونم اون طلبم توبه کرد یا نکرد، ولی خب به هر حال میگه تو به کجا، از چه راهی به این مقام رسید؟ نمیگه من تو عالم برزخم نمیاد برای رفیقش تلفنی که بله من یه همچین قضیه بود رفتم. اونجا هم کتمان سر میکنه، میگه از ستارالعیوبی به اینجا رسید. یعنی لو نمیده. این داستان برای طلبه هم نقل میشه، اینجاست که منقلب میشه. میگه اون اونجا هم نمیخواد آبروی من ببره، میتونست نقل بکنه برای رفیقش. این هستش، عاقل اینجوریست. نه فقط زشتی، بعضی وقتا رفتارهایی که به طبع ما بد هست، نه فقط گناه شرعی، رفتاری که به طبع ما بده. انسان اینطوری دیگه، یعنی انقدر خودخواهی در ما نفوذ داره که ما رفتاری که خلاف میلمون باشه تحمل نمیتونیم کنیم. از زنمون، بچه، از دیگران، دوستان. تغافل، خود رو به غفلت زدن، ندید گرفتن. تو چه اینجوری کردی؟ نه منظورت این بود. والا بل ما منظوری نداشتیم. آدم شر اینجوریست، آدم یه گرایش به جهنم داره، روحش اینجوری ثابت میخواد بکنه که اینجوری. تو منظورت این بود، اونجا به من میگه والا من منظورم این نبود. همین که گفت کافیه دیگه. چشش میگه منظورش منظوری نداشتیم. نداشتیم. نه حتما منظورت این بود.
حتما میخواستی این کار بکنه، یعنی اصرار داره یه گناهو به ثبت برسونه. به چه یقینی تو میخوای این کار کنی؟ اونجایی که یقین داری گناهست، میگن کاری باش نداشته باشی، به ثبت مطرح نشه. اینجا که تو احتمال داری میدی، به نفس خودت اومده. نفس ما که معصوم نیست، انقدر اشتباهات میکنه، اونقدر سوء برداشت ها میکنه که نه. ببینیم تو هفته چقدر سوء برداشت میکنیم خود ما ها. بعد دو روز بعد اگه سکوت میکنیم اینجوری است، امتحان کنیم بیان نکنیم، وقتی میاد مطرح میشه دو روز بعد میفهمیم که اشتباه فکر میکرد، اشتباه برداشت کرد، اینجوری نبود. این صحنه که دیدم این برداشت نبود، تحمل با سکوت میفهمیم که این نبود. اون که گناه رسمی است و دیگه انجام شده و اینها، دستور ما این هستش که مطرح نشه. اینی که اصلا معلوم نیست باشه یا منظوری داشته باشه شخص، چرا اصراری داریم اینقدر برملاش بکنیم، رابطه خراب بکنیم؟ چرا میخوایم جهنم ایجاد کنیم در روابط؟ این همون بحث سلم و بهشتی هستش که قبلا خدمتتون کردم. سال چند ماه گذشت بحث بهشت داشتیم، گفتم یکی از خصوصیات بهشت این است که اهل چی هستن؟ اهل سلم هستن، سلامت. الا قیلا سلاما سلاما، یعنی تو تمام رفتاراشون جنبه بهشتی رفتار رو میگیرن. چون انسان از تیزه با هر شئی که انسان برخورد داشته باشه، این دو وجه رو داره، هم وجه جهنمی داره هم وجه بهشت، با پدرت، با مادر، با همسر، با خودت. یعنی این دو انسان اینجوریست، انسان تو روی صراط است. صراط هم گفتیم کجاست؟ توی جهنم استش. یعنی ما توی جهنمی، باید در بیایم جهنم. که یوم ملا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگه کسی قلب سالم، قلب سالم یعنی گرایش بیماری نداره، گرایش به زشتی نداره، دنبال بیماری میکروب نمیگرده، دنبال کثافت نمیگرده، همش دنبال تمیزی است، تمیز میخواد ببینه. ممکنه طرف هم اشتباه کرده، اینم میدونه اشتباه کرده، اما این نمیخواد اینجوری برداشت کنه، نمیخواد به صد برسه همچین قضیه. علی علیه السلام میفرماد من میدونم تو کوچه به من دارم فحش میدن، فحش میدن، مطلق میزنن، میدونم با من هستن، و میگم با یه علی دیگه هستن، علی با تو نیست. چون نمیخواد برداشت بکنه، نمیخواد جهنم درست بشه. این است که اگه انسان رعایت بکنه این رو در زندگی، چقدر جهنم ها خاموش میشه. در جامعه رعایت بکنه، چقدر جهنم ها خاموش میشه. چقدر سلم، سلامتی، دوستی، محبت، سازندگی، هدایت دیگران از همین روحی ایجاد میشه، مخصوصا نسبت به خودمون. پس تغافل فقط راجب گناه نیستش، دیگران گناه کردن، بلکه اون چیزایی که به طبع ما هم خوشمون نمیاد زیاد ندید بگیم. یعنی من متوجه نشدم اینجوری شد، ندیدم. چون همین ندیدن هست که اگه یه موقعی خواستی تذکر بدی، تذکرت هم تأثیر میزنه. بحث تغافل باعث نشه که ما امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکنیم. منظوری نیست، تا دقت بفهم. چون نهی از منکر و امر معروف عموم شرایطش با تغافل سازگار نیست، یعنی دو تا مقوله جدا است. اونجا باید مطمئن باشی اول از این گناه صورت گرفته، شرعاً گناه بوده یقینا. چه بسیار صورت‌هایی هستش که صورت ظاهراً زشت است اما واقعاً گناه نیست، شخص قصد گناه نداره. باید مطمئن باشی که می‌خواسته این کار انجام بده، بدونی تکرار می‌خواد بکنه، قصد تکرار داره، بدونی حرفت اثر میگذاره. با اون شرط نهی از منکر که گفتن، این غیر از مسئله تغافل است. قاطی نکنیم مسئله با هم.
همین نفهمیدن دقیق مسئله امر معروف و نهی از منکر هست که خیلی وقتا اختلاف ایجاد میکنه، سوء ظن ایجاد میکنه، درگیری ایجاد میکنه، جهنم میسازه. امیدوار هستیم به حق معصومین که در این ماه متولد شدن، حق آقای امام زمان علیه السلام، خداوند به همه ما قلب سلیم عطا بفرمایید. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.